بسم الله الرحمن الرحیم. پس اولین کار که انجام میتم MSG Access Lang Database میایم در دیزاین تیبل تیبل بنام استودنت جور میکنیم. اگر استودنت نمیخواستیم بنام امپلای جور کنیم هیچ کنم مشکل نیست. انتر برش بگوییم جدول باز میشه. این قسمت پراپرتیز چی هست؟ چیزی که زیاد مهم هست آیدی درست هست. آتا نمبر میگم نه اگه چی بگی؟ نمبر بگی اونمو دیتا تایپ هست که پیشتر باش ما در ادوانس دیتابیس پروگرام سرش بس کردیم. نه کسایی که نفهمید یه امپلای نام داره، لاست نیم یا تخلص داره، لاست نیم، ایمیل داره، آدرس، آدرس. با ایمیل چی میگیریم شما؟ آفرین. دیگه تو تپش بیا باز چی انتخاب کن؟ هایپرلینک. اوکی، کانتکت نمبر، شماره تماس، چهار تیکس به خاطر از اینکه چی را قبول کنه؟ صفر را قبول کنه در بین کرکترها، سالری، یا قسم ماش هست، برش چی بگیره؟ کرنسی، درست هست؟ پست، وظیفه چی هست؟ پست هم میتونین از لوکال ویزر استفاده کنین، آیا هم میتونین از خودتان پست برش نمی کنین؟ دیگه یک امپلایی چی داره؟ هم قدر کافی است نه؟ آدرس اکی نشته میکنم آدرس بگو به کدام مناسبه؟ اوکی همین مشخصات را برای امپلایی ذکر کردم و ایره سیف میکنم. سیف شد. میایم در قسمت انتری، میخواییم که یک چند دانه انتری هم داشته باشیم. شماره 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اوکی یادتان نره چونی به طرف رایت هست، میخواییم که الانمنتش در وسط باشد. همین قسم نام علی، تخلصش موری، اگه آرام باشین خوبتر میشه. ایمیل، سل ایمیل کوچک است، کم بزرگتر میسازم. ایمیلش نشان میکنم علی @yahoo.com. شماره تماسش هم، یعنی شماره تماسش است ماش یادم از 12 از اون در پوست کار میکنه. پوست شناسیه. شخص دوم احمد، احمدیت gmail.com. میگم شماره تماس این شخص ماش هست 15000. بیام انجنیر هست. یادتان نره اگر یکان کسا رو شدیده باشین یا دیده باشین او میگم ما شدی چرا زیاد کنم، ما شدی چرا کنم. در قسمت انتری شما سری چیزا تشویش نکنین. چیزی که زیاد مهم است، بحثی که زیاد مهم است، اگر تیبل است که میسازین، چیزی که درس میکنین. یکی منطقت قبول نمیکنه که ماش دکتر از استاد داره کم هست زیاد هست، اون کار خود هست، اون مهم نیست. چیزی که مهم است در خود اصل دیتابیس هست. شخص سوم نامش محمد است، خلاص شام محمدی، محمدی@lib.com. یک ایمیل برای زی نوشت هم میکنم. یه هم شماره تماسش باش یادم از 20000. این شخص پی
PM است یا پروژیکت منیجر است. بیشتر گپ از دیتا تایپ زدیم و گپ از کرکتر زدیم. بخصرشون امون کرکتری که شما تعیین میکنین و دیتا تایپ که تعیین میکنین بستگی میگره به نوعیت دیتایی که در دیتا بیس میشه. درست؟ بخاطر نام جدا دیتا تایپ استفاده میشه، بخاطر ایمیل جدا دیتا تایپ استفاده میشه، بخاطر عدد جدا، بخاطر پکچر جدا. همه خصیم ادامه رو پیدا میکنیم. شخص سیوم حروب تخلصش هم نصرت هست. ایمیل نصرت اچ @yahoo.com. اینه بخاطر براتون درس میکنم، چون اونجا ما شما زمانی که لینک میتیم بازی اطلاعات در اونجا یهو ریکارده تمامش چی میشه ذکر میشه. پس شماره تماس از یادم ماشم از 12500. وظیفه ازی چی هست؟ مثلا نشته میکنیم اینستراکتور یعنی کسی که تدریس میکنه، راهنمایی میکنه در هر بخش کلاس. شخص دیگه نامش جواد است. جواد تخلصش هم رضا، نام ایمیلش هم از جواد رضا. جواد رضا @gmail.com. یادتان نره علمی درس کردن یا انتری، چون فعلا دوره که شما درس میخوانیم در شما بسیار شاید خستکن باشد. درست؟ این کار را به خاطر ما برای شما انجام میتونیم. اگر شما برای خود پرکتیس کنید یک خوبی دوم، شاید داینده شما دا یک پوز داشته باشین که وظیفه تان هم اینتری باشد، این دیتا اینتری باشین، دیتا را درج دیتا بیس کنید. باز در اوجه دیگه اگر خودت پرکتیس نداشته باشی، باز دفته اول چی میکنید؟ وظیفه در حال میکنید. و این خوبتر از بخاطر پرکتیس هم 13000 اینا. ببینید من چی میگم؟ بیشتر گپ گفتم که پشت بود چیز نگردین که بر شما چی نمیخوره؟ به درد نمیخوره. حالا نمو گپ میشنه؟ فقط ببینید که چی هست؟ پشت گپاش نگرد. یادم تیچر هست. شخص دیگه نامش هست کبیر. اوکی کبیر تخلص ما رو داره. دکتر جی lev.com یام شماره تماس. واش از یادم از 14500 پوست از یام از یام دکتر هست. دیگه شخص ما شما داریم کریم تخلصش از نعیمی. کریم @gmail.com شماره تماس ماش از یاد 23000. این چی کار است؟ این فایننس کار میکنه در بخش مالیست. معمولا بخشی آدم ها یک ذره پولش زیاد است. یکی از دیگر به نام رومال، رومال روفی مثلا داشتن ای کنم. یادم ایمیل داره بیم شماره تماسش. ماشن شخص از 15000 آیتی آفیسر است. آیه چی چی؟ گره شد؟ آکی دو ریکارد دیگه مانده. ریکارد دیگه رو اضافه میکنم به نام توحید. تخلصش از اکبری. توحید اکبری
گپ میزنی با دختر @yahoo.com میبینه وقت سلا بزرگ میسازیم به این منظور که این تو حالات امرای ما شما چی میخورن؟ سن میخورن و این هم شماره تماس شماره تماس آیدی نمبر شماره تذکره معمولا در جمع تعیین کننده ها میرن یعنی یکی از اطلاعات هستن که قابل کپی نیست یعنی تکراری نیست یک کس ببینین یک شماره تذکره داره عین شماره تذکره کرده دیگه نداره اگر عیان اگر تقلبی هم باشه باز عین شماره نداره اوکی ماش از یادم از 24000 بپوز چم از چی؟ اوکی برکیس الکترونیک الکتریک بس خدا هم شما را میتر گب نزنه نام دیگه چه از حمید تخلص چه از کوتکی یادم یه قسم تخلص میکنه کوتکی @yahoo.com این هم شماره تماسش ما شما از 17600 وزیزی از یادم چی هست که دبخش مارکتینگ کار میکنه ببینیم اگر شما خواسته باشین لینک ویژوال بیسیک شما امرای برنامه ویژوال استودیو باشه که شما ویژوال بیسیک شما امرای مایکروسافت آفیس باشه که ورژنش از 2007 و بالاست پس نیاز است که هاردویر یا موبایل سافتویر مایکروسافت اکسس بالا را در کمپیوترتان چی کنید نصب داشته باشه درست؟ اگر باز نیه که از ویژوال بیسیک 6 استفاده میکنید باز پی امو هاردویرهایی را داره یا درایورهایی داره که اکسس ورژن پایین تر در او چی است؟ موجود است اگر میخواهی که باز بلندتر را لینک بیتی ارتباط بیتی باز امو درایور امو را باید چی کنید نصب داشته باشه میرم در میان میرم که بعد هم با شما معلوم شد ایمیل همچنان الائنمنتش این را سیف میکنم حالا سیف میشه چون اکسس 2013 است و میخواییم که ورژن پایین تر با برنامه ویژوال بیسیک چی کنم لینک بتم پس میایم در قسمت فایل و میایم در قسمت سیف از دیده شما نویت این مثلا 2002 و 2003 اکسس انتخاب میکنم سیف از برش میگم یس در کجا سیو شد میگم در این دسکتاپ به نام امپلایی بود نام جدول نه امپلاییز سیو برش بگوی اوکی ایره منیمایز میکنم ببینیم این دیجه چی شده زار شده حالا از بخش مایکروسافت اکسس ما شما چی شدیم خلاص شدیم میم برنامه ویژوال بیسیک باز میکنم بخاطر از او شما برین در قسمت رن یا دستا ویدیو نشته کنین چی؟ ویژوال بیسیک هر ورژن که استفاده میکنین نامشون نشته کنین بالا از این کلک میکنم برنامه باز میشه ببینین این پروسی نو است یا جدید است پروس دیگه در کامپیوتر سنفیتر نبود وقتی میخواین ویژوال بیسیک استفاده کنیم بار اول که باز میکنیم یا هر بار که باز کنیم باید یک صفحه چی میکنیم سر میخوریم و در اینجا شما تعیین کنیم که از برنامه ویژوال بیسیک به کدام منظور چی میکنیم استفاده میکنیم ما و شما پروگرام میسازیم اگزیت فایل باشد نصب شد و انستال شد پس اینمی استاندرد اگزیت چی است درست است اوپن برش میگم چی اوپن زمان که اوپن گفتم یک فرم به شکل خودکار در اینجا چی میشه ظاهر میشه یکی قسمت عقبش هست که پروژیک وان هست فارم یک و ایجا هم قسمت چی هست فارم هست فارم یک هست روز دیگه هم بار شما گفتم کی را دیجا شما انترفیز جور میکرین نمی صفیز که شما را همراه برنامه چی میتر ارتباط میتر رابطه میتر پس به خاطرات یک کار میخواییم که چی بسازم سایز شد بزرگتر حالا اونم قدر مشخصات که نوشته کردیم که امپلایی آی دی نیم کلش در این فارم چه جای مجای شما پس قسمت پروژه رو هم کلان فارم هم کلان میسازم درگ اند دراپ اوکی
اولین کاری که انجام میدم فرم انتخاب میکنم، بالای فرم کلیک میکنم، یک کلیک دبل کلیک نی. من در قسمت کپشن نام فرم رو چنج میکنم، نام فرم رو نشه میکنم امپلایی. ببینید در بالا چی میشه؟ نام ذکر میشه. این در این قسمت امپلاییز مثلا انفارمیشن درست است؟ معلومات کارمندان. باز هر باری که باز شما باز کنید به این نام چی میشه؟ باز میشه. یاد تا نره. ببینید من میرم برنامه چی رو باز میکنم؟ نوتپد رو باز میکنم. این هم برنامه نوتپد. اینی عنوان هست و ما انتایتد نوتپد هست. ما شما اینمی را امپلاییز چی ساختیم؟ انفارمیشن درست؟ این خلاص شد. میاییم به خاطر اتیاکار اول یک عنوان تعیین میکنم. به خاطر ساختن عنوان شما از چی استفاده میکنیم؟ از لیبل. لیبل بیارین، درگ اند دراپ کنین در قسمت فارم. یعنی مثلا نگم تا این اندازه باشه. در قسمت لیبل میرم نام شنو شامل میکنم. نشته میکنم امپلاییز. امپلاییز انتری. انتری چی؟ فارم. فارمی که معلومات یا اطلاعات کارمندان در اینجا چی میشه؟ دست میشه. میان در قسمت الائنمنت مکان نوشتی ما شما هم در وسط باشه، گیره در میام یا در وسط هم من میام در فونتش وید سایدش هم کلام بسازیم. بالای فونت کلیک میکنم در این قسمت ها یک نیمی و یک صفحه دیگه باز میشه. در اینجا شما یک دانه فونت ها برشم انتخاب کنین. فونت به نظر من تا ایرمان درست هست، بولد باشه و سایدش هم 24. اوکی میکنم. درست هست. امپلای انتری فار. شما میتونین به این رنگ هم انتخاب کنین. به این در قسمت فار چی؟ کلر و گراوند و همچنان رنگ خود نوشته تانه تا این کلر میتونین. مثلا رنگ آبی را انتخاب کنم. رنگ آبی را چی کرد؟ تدبیر کنم. درست؟ و ببینیم در قسمت دیتابیس میایم. سر امپلای کلک میکنم. آیدی داریم، نیم داریم، لاست نیم، ایمیل. اولی چیزا رو میسازم باز بعد از اون. بخاطر ساختن از این میایم از کماند استفاده میکنیم. نه از کجا؟ از لیبل. یک لیبل بخاطر چی میگیریم؟ آیدی. لیبل بخاطر چی؟ آیدی. پس میایم در قسمت کپشن. کپشن نوشته میکنم چی؟ آیدی. درست آیدی نوشته شد. یاد تا نره که هر آبجکت را که شما در فرم استفاده میکنین دو نام داره. یک نام است که تو را میشناسی، یک نام است که برنامه او را میشناسه. درست؟ این همون نام است که همراه ما شما چی برقرار میکنه؟ ارتباط برقرار میکنه. و نامی که برنامه ای را میشناسه بالا از کلیک کنید نوشته است لیبل دو. چی؟ لیبل دو. این را هم میتونید تغییر بدید. این را کمی تو خرد میسازم. درست؟ میایم دیگه لیبل انتخاب میکنم. لیبل دو ما به نام چی است؟ نیم است. نه؟ یاد تا نره لیبل عبارت از او آبجکت است که برات نشان میده. در او نه تو تغییرات آورده میتنی، نه کدام مکانش تغییر داده میتنی، فقط تو یک نوشته را که ببینی. درست است؟ یحیا. اما تو یک چیز است نه؟ آفرین. اگر نکت زک فکرش هست اینه میادم هست. درست است؟ نامش را نوشته کردم. میرم یک دانه لیبل دیگه انتخاب میکنم. چرا؟ لیبل چهارمی چی است؟ لاست نیم است نه؟ آیدی گرفتیم، نیم گرفتیم، لاست نیم و ایمیل. این لاست نیم حالا نوشته میکنم. این چی دیگه باشه درست است، اگه نیک نباشه مشکل نداره. درست؟ ال اندرسکور نیم یعنی لاست نیم. لاست نیم شد. اینجا هم لیبل شماره 4 نه 5 ایمیل. شما ایمیل ذکر کنه. ایمیل لیبل دیگه بسازین. به خاطر چی؟ بیاین اینجا کانتکت و بعد از او چی هست؟ سالری. پس این را نوشته میکنم کانتکت. ببینین به نظر یکان تا میگه کار کردن در برنامه فقط زیاد که مهم است کودینگ است. باور کنه نقدر که انترفیس یا دیزاین مهم است، کود مهم نیست. درست؟
و این دیزاین نمودن هم ارتباط یا بستگی به مو ذهن خودت میگیره که چه قسم دیزاین در ذهن داری، چه قسم دیزاین میتونی چی کنی تطبیق می، و این یک فکر کار داره. پس نشته میکنم کانتاکت، بعد از اون لیبل دیگر انتخاب میکنم به خاطر چی؟ سالری. بله عنوانش چی؟ سالری. سالری شد. و یک آخری هم لیبل آخری برام چی است؟ پست یا وظیفه. بخش عنوان های ما خلاص شد. حالی را رنگ میکنم. ببینید به این شکل فرمات شده، ایجاد شده. در این قسمت عنوان است، ایجاویدیز، نیم، لاست نیم، ایمیل، کانتکت، سالری، پست. اینا در مقابل هر یکی باید از این شما تکس باکس انتخاب کنیم که در تکس باکس ما شما چی کنیم؟ در جای آیدی آیدی نوشته کنیم، در جای نیم نیم، لاست نیم، رفسر پیش. و دیگه چیزی که زیاد مهم است ببینید، دیزاین از دیزاین بسیار چی است؟ ساده است. میتونی فونتش را زیاد بسازی، سایزش را زیاد بسازی، مکانش را تغییر بدی، او به دل خودت است، درست؟ کلوز. پس میایم سر چی؟ تکس باکس ها. برای آیدی یک دانه تکس باکس میگیرم. در قسمت تکس شما نام شپا کنید، ببینید زمانی که رنگ کنید اینجا همیشه چی میباشد؟ تکس نوشته میباشد. نیاز است که اولی را باید چی کنید؟ پاک شما باز دیگر تایپ کنید. نه، شما نام شپا کنید که هر باره که رنگ میشه خالی باشد، شما بتانید قیمت جدید داشت کنید. تکس باکس یک انتخاب میکنم. در قسمت تکس من متن شباک میکنم و باز انتخاب. این حالا به خاطر سهولت کار و همچنان ضایع نشدن وقت میتونم که تکس باکس را کپی و چی کنم؟ پیست. کپی. از دیجا این مسج که میاد شما از نو استفاده کنید. یا تا نره هر تکس باکس در مقابل هر چی باید باشه؟ لیبل باشه. از پیشتان اشتباه نشه، پایین بالا هم نبیایه. این باز همو ضعیفی شما را در دیزاین چی میتر؟ در دیزاین تیبل میتر، در دیزاین پروگرام، در دیزاین جدول، در دیزاین کارتان. دیزاین کوشش کنین دیزاین ساده باشه ولی با معنا و با مفهوم. باید دیزاین نباشه موتره پاکستانی واره که بسیار بیروبال ولی نفهمی که کدام رو داخل موتر شدید. رایی زیده باشین دوگه. اگر پاکستان نرفتین کوتاه خو رفتین. معمولا همون بهترین دیزاین هایی را که شما اگر دیده باشین یا بخواین بسازین، اون دیزاین معمولا ساده می باشن. ساده بهتر و خانوتر از نسبت به کلش. باب میزنی او دختر خدا چکر پست هم بالا میبرم یک از یک تکس باکس دیگر. این را هم در مقابل چی؟ حال زمانی که شما این را رن کنین به این شکل است. آیدی شما را چند؟ 11. نام چی؟ نوید. همین قسم هر چی که نوشته کردیم. کلوز میکنم. حال انترفیز با هم چی شد؟ ساخته شد. بسیار بسیار چیزی که مهم است اینا لینک دادن دیتابیس همراه بجل بسیک است. به خاطر تو یک کار ما و شما در این قسمت، این قسمت که جنرال یا تولز کلاس یا ابجکت به جو تو کدام ابجکت نداریم که مستقیم برنامه را که برنامه اکسس چی کنه ارتباط بده. پس شما در این قسمت دین در این قسمتی که فضای خالی است دکمه راست فشار بدین کامپوننت است. اگر کامپوننت نمیشناختین کنترل امرای تی فشار بدین. در اینجا کنترل امرای تی فشار میدم، حالت یک صفحه چی میشه؟ باز میشه. اگر نیک کنترل تی حالت رفته بود دکمه راست در این صفحه فشار بدین سر کامپوننت چی کن؟ بالای کامپوننت کلیک میکنم و یک پنجره باز میشه. دیجا دو گزینه باید چی شوه؟ انتخاب شوه. گزینه اول ای است که شما مایکروسافت ADO دیتا کنترل چی کنین تکمال کنین که نم تکمال کش کده و مایکروسافت دیتا گرید کنترل
ببینین وظیفه از یک کلام چی است؟ وظیفه اولش مایکروسافت ایدیو دیتا کنترلی است که ارتباط بین اکسس و ویژوال بیسیک چی میگنه برقرار میسازن و ای دیتا گرید که است ای اونمو خانه ها یا باردارای تیبل بر شما نشان میده. گرید به معنی جال دیده باشین اینی رو نشان میده به این در دیتا بیس بر شما نشان میده. حالا میبینیم در اینجا کدام خانه رو نمیبینیم برای من معلوم میشه ولی برای شما معلوم نمیشه. اینی خانه ها را معلوم شد در اکسل خوب طرف هم میدونم ایش هم خیلی خیلی باش که برای تان اکسل هم باز کنیم. اینمی خانه هایی که شما خیره میبینین این را برام چیاد میکنن؟ گرید چی؟ گرید که فعلا باردر نداره کدام رنگ نداره چاپ کنی که آقا صفحه چاپ میشن. باز زمانی که من این رقم انتخاب میکنم باز میایم در قسمت باردر حالا میگم آل باردر حالا چی میگیرم؟ آل باردر گرید حالا چاپ کنیم بازی قسم چی میشن؟ چاپ میشن. اونمو دیتا گریدی که ما شما در این قسمت انتخاب کرده بودیم وظیفه شی است که اونمو خانه ها را یا اونمو گرید جدول اکسس بر شما نشان میده. درست؟ پس دوباره برنامه اکسل کلوز میکنم ای دو دانه را انتخاب کردم یا تکمال کردم شما اوکی برش نگوین چی بگوین؟ اپلای بالای اپلای کلک میکنم و حالا برش چی بگوین؟ کلوز میبینیم زمانی که اپلای کردم دو ابجکت دیگر در اینجا چی میشن؟ دایر میشن یا مدحاک و این همچی دیتا گرید کلوز برش بگوین. کلوز شد حالا بیاییم بالای ادهاک انتخابش کنو در کدام قسمت باشه؟ مثلا من میگم در این صاحب باشه. درست؟ سایزشم کوچک میسازم یک نام هم برش میتم. معمولا شما در بخش جدول اگر دیده باشین اینا ای به خاطر سرچ یا فلتر استفاده میشه. فلتر به این معنی که در یک دیتابیس یا در یک جدول شما هزارها ریکارد دارید میخواین او را فلتر کنین ریکارد اول را ببینین دوم اول اخیری را ریکارد بعدی را ریکارد قبلی را. درست است؟ در اینجا همه این حالت چی میگیره؟ صورت میگیره. پس نام شپاک میکنم نشته میکنم چی؟ فلتر. هیچ مشکل نیست کدام نام نشته میکنم نشته کنی اگه نام خودم نشته کنی قبول میکنه ولی خوبتر از نام با معنا و چی باشه؟ با مفهوم باشه. این انتخاب کردم باز میایم در قسمت مایکروسافت دیتا گرید ایرم انتخاب میکنم ایرم میارم در قسمت فوتر. در قسمت فوتر به این منظور میارم چون دیتا هایی که در بالا من درس میکنم ای در پایین رو چی میکنه؟ نشان میدم مثل فوتر واره. پس در سایزش هم تغییرات میاریم سایزش کمک بزرگتر درست شد؟ پیشترم بر شما گفتم چیزی که زیاد زیاد مهم است چی است؟ ایدیوز ایدیو لینک یا ارتباط برقرار میسازن نه دیتا گرید. پس بالای ایدیو تکمه راست فشار بتین بیاین چی؟ ایدیو دی سی پروپرتیز کلیک کنین. زمان کلیک کردین باید یک صفحه سر میخورین و ایجا شما چی بگین؟ یوز دیتا لینک فایل نه یوز دی بی او نه او دی بی سی نه و شما یوز کنکشن دو سترینگ انتخاب کنین. بلد سر بلد کلیک میکنم یک پنجره دیگه باز میشه. در ایجا شما از کدام دیتابیس یا کدام دیتابیس می خواهیم آنلاین وی وی یا بجر بسیم چی کنیم نقل کنیم؟ من او دیتابیس یک می خواهیم در اکسس هست پس می شنم ایر انتخاب می کنم مایکروسافت جت 4.0 انتخاب می کنم. اگر شما از اوریکل سرور گرفته بودین از اسکیل گرفته بودین باز می کنید از اینا چی کنیم انتخاب می کنم. پس من هم ایر انتخاب کردم و برش نکس می گم. زمانی که نکس می گم ایج از نمی خواهیم که چی کنم اما تیبل یا جدول را می خواهیم که در زیر ارتباط بتام چی کنم انتخاب کنم. اینجا هم نامش را نشته کردم میدانم که نامش چی بود؟ امپلای بود. به خاطر از اینکه دستگیر اشتباه نکنین بیان در اینجا در براوز کلک کنین. اوکی در قسمت دسکتاپ درست امپلای را چی میکنم؟ انتخاب اوپن برش میگم اوپن گفتم حالا سر تست کنکشن کلک کنین. تست کنکشن سکسیده یعنی لینک مصرفانه صورت گرفت. گوش که خلیل بعد از اون کار که صورت گرفت شما برش چی بگه؟ اوکی اوکی شد و اینجا هم چی بگوین؟ اوکی اول میاییم بالای ریکارد سورس سر ریکارد سورس کلک کنیم بیاییم در قسمت کامون تایپ
شما چی رو انتخاب کنین؟ اد سیمدی تیبل میخوایی که با تیبل رو چی بتی ارتباط؟ ایره کلک کن انتخاب کردی؟ ده ایجا بیا کدام تیبل است؟ تیبل منابش چیست؟ اپلای اوکی اپلای و این هم چی؟ اوکی شد زمانی که اوکی شد دیگه چیزی که زیاد مهم است بیاین در قسمت گرید سر گرید کلک میکنم میام بالای دیتا سورس یعنی گرید ما پر شوه مملو از اطلاعات چه یا ریکاردا شوه این ریکاردا از کجا بگیره؟ این ریکاردا از لینکی که به نام ادهاک است از او بگیره این که در جدول اکسس با شما چی داره؟ ارتباط داره پس میام در قسمت دیتا سورس در پراپرتیز به نام چی؟ به نام دیتا سورس در قسمت کلک میکنم ادهاک چی میکنم؟ درست؟ ادهاک که انتخاب کردم میان دکمه را فشار میدم در اینجا اول شما کلیر فیلدز بگوین چی؟ کلیر فیلدز گفتم یس حالا بگوین چی؟ ریتریف فیلدز حالا میگم دیتا هایی که موجود است ریتریف کن از جدول یس ببینیم تمام اونمو ریکارد ها مکالمه هایی را که شما در اکسس ساخته بودیم از جمله این آیدی نیم لاست نیم ایمیل کانتکت سالری و باش که سایز فارم کمی بزرگتر بسازم پراپرتیز هم کمی طرف ببرم ایده همی طرف که چی برام معلوم شوه؟ پوست معلوم شوه نه پوست معلوم حالا پوست هم چی میشه معلوم میشه حالا که رن کنم ببینه امو اطلاعات را که ما شما قبلا در برنامه اکسس ساخته بودیم به شکل خودکار یا اوتومات دیجا چی میشن؟ ظاهر میشن حالا کلام دیتا دگام ساخته بخوایی درش کنی یا ریکارد نیم اطلاعات درش میکنی ولی نیاز است که ما شما کماند سیو یا عد داشته باشیم دیلیت و غیره چیزا دیگه بسیار گفه هست که دیجا مانده خوب دقیق سعی کنیم این رو دوباره کلوز میکنم برای من یک ریکارد معلوم شد یا دی ریکارد یا سی ریکارد اگه خواسته باشیم ریکارد کم یا بیشتر از برای شما معلوم شد وزیر انتخاب کن یا سایت شد خورد بساز رن حالا این ریکارد معلوم نمیشه پس یک ریکارد برای من معلوم شد کافی است چنون آمد خیر حالا باید بیاید این آمد یک ریکارد نه؟ حالا این رو کلوز میکنم کلوز کردم میایم دوباره بالای آیدی سر تکس سر خود لیبل کار نمیکنیم سر تکس باکس ها کار میکنیم تکس باکس اول انتخاب میکنم میایم در قسمت چی؟ دیتا سورس ای هم در پراپرتیز بالا بریم اینجاست دیتا سورس این هم شما چی انتخاب کنیم؟ ادهاک یعنی تکس باکس لینک یا ارتباط به چی میگیره؟ ادهاک میگیره که در اینجاست و دومش اگه کدام چی در درج کنی یا رب ارتباط بیتی این کتا آیدی در اینجا چی داشته باشه ارتباط پس بیا در قسمت دیتا فیلد چی رو انتخاب کن؟ آیدی یعنی ای آیدی همراه ای آیدی باید چی داشته باشه؟ ارتباط اگه در اینجا یک باشه در اینجا هم یک چی کنه؟ نشان بده اگه در اینجا ده باشه در اینجا پس اینجا نشان میکنم نیم انتخاب میکنم نیم انتخاب کنم یعنی در قسمت دیتا فیلد نه اول باید ادهاک شد این کنیم دیتا سورس گپ میزنی نه تکس باکس شماره 3 دیتا سورس ادهاک کدام چی را بگیره؟ لاست نیم اگه اینجا شما کدام لینک کرده غلط گرفتین باز در جای لاست نیم از ایمیل گرفتی ایمیل بر در جای لاست نیم چی میکنه نمایش میتر باید بسیار دقیق باشی چون تکرار تا کس در اگه چی بساز؟ پروگرام بساز یک بار سر اعتماد میکنه ایمیل انتخاب کردم و این هم کانتکت در قسمت کانتکت ایجا هم اول دیتا فیل شاید حاک میگیرم یه هم سر دیتا فیل شام چی؟ کانتکت انتخاب میکنم و سالری اول بیاین در دیتا سورس سالری در شما ایجا اول ادهاک در دیتا سورس انتخاب کنه باز در دیتا فیلد چی؟ سالری میوانه پوست
اول بیاین در دیتا سورس اد هاک، بعد از اون در دیتا فیل چی رو انتخاب کنیم؟ پست. ببینید اینجا ما کلیک میکنم یه آپشن دیگه اومده به نام چیه؟ آدرس. ما شما در اینجا کنم لیبل و تگ به نام آدرس نساختید. پس اگر یک غلط امروی خودت سر کن این تشویش نکن، خب فقط لیبل کپی کن. لیبل کپی شد، کپی شد در اینجا پیس نو نام از این لیبل ما شما چی باشه میگه؟ آدرس باشه. آدرس شد، آدرس که درج کردیم یک تکس باکس هم برش انتخاب کنیم، کپی و همچنان پیس. درست؟ حالا شما این تکس باکس آخر هم انتخاب کنیم، بیاین در قسمت دیتا سورسش، دیتا سورس یا مد هاک است ولی باید دیتا فیلدش چی باشه؟ آدرس باشه. درست؟ پراپرتیز یکم این طرف میبرم چون فارم بر ما شما درست معلوم شوه. یک بار اگر شما کلیر فیلدز بگویم یه بهتر است که شما دوباره ریتریف فیلدز بگویم. درست؟ خاطر چی؟ آدرس ها چی کنم؟ نمایش بده که همه تو کارم برای ما شما چی کرد؟ انجام داد. آدرس حالا سعی کنین، خب؟ ما میرم پروژه را چی میکنم؟ رن میکنم. درست؟ ریکارد شما را چند است؟ آیدی یک، ایجام چی؟ یک. نام علی، نام چی؟ علی. هر چیزی که هست یک چیزی که بسیار بسیار مهم مانده گپ بزنی دیبا آرام دیبا است. حالا رن میکنم. ریکارد شما را چند است؟ یک. ریکارد شما را دو را میکنم نشان بده. دو صحیح است؟ شما را سه، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت. هر قدر ریکارد کرد بر ما چی میکنم؟ نشان میده. یادتان نره که اگر این طرف برین ریکارد با یک ریکارد قبل نشان میده، اگر ریکارد اول و ریکارد چی؟ حالی خب فقط فقط لینک شد و شما اطلاعات یا ریکارد را از برنامه دیگر در جزی ساختید. صحیح است؟ اگر خواسته باشید کدام ریکارد نو بسازید باز نیاز است که بعضی کارهای دیگر هم چی میگیره؟ صورت میگیره. شما یک کار دیگر هم کنین، گوش کنین خواه که را من کلوز میکنم و اگر کدام سوال ندارین ریکارد هم توقف